Rap the bat to 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 سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چندشنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. توی مملکت ما شاید تمام مسئولای کشوری و لشکریش ایراد داشته باشن و همشون احتمالاً مشغول کاری هستن که توش تخصص ندارن، اما خب از حق نگذریم، حداقل یک نفر، بله یک نفر بینشون هست که داره کاری رو انجام میده که واقعا به دردش میخوره و براش ساخته شده. یه نفر خداییش داره کارش رو تخصصی انجام میده. آقای زرقامی. از گلدون‌هایی که اینجا هست تا سکوهای سنگی که هر روز اضافت میشه، هم تعدادش خیلی زیاده هم در طول روز بازه. یه جوری داره تو مستراح قدم میزنه که انگار اومده خونه پدری و داره خاطرات کودکی رو مرور میکنه. ولی اینکه رئیس میراث فرهنگی نظام مقدس اینقدر فکر و ذکرش توی توالته کاملا نشون میده که در این 44 ساله چه بر سر فرهنگ و تمدن مملکت اومده. زرقامی وزیر میراث فرهنگی جمهوری اسلامی چندی پیش در بازدیدی از توالت‌های بین‌راهی گفته بود مدیریت و پاکیزگی اونها از احداثش مهمتره. به هر حال شخصی که سالیان سال رئیس فاضلابی مثل صدا و سیما بوده و روزی چندین ساعت برنامه تولید می‌کرده، یکی از یکی گوهتر در مورد محل دفع فضولات انسانی هر چی بگه درسته. سرویس بهداشتی امامزاده قاسم نمره قبولی گرفت. آفرین. این نشون میده که حتی توالت امامزاده قاسم هم نسبت به دفتر ریاست جمهوری و ساختمان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی کارشو خیلی درست‌تر و تراتمیزتر انجام داده. اصلی‌ترین سرمایه هر کشوری نخبگانش هستن. بله، اصلی‌ترین سرمایه هر کشوری نخبه‌هاش هستن و خب آدم عاقل هم که سرمایه‌هاشو خرج نمی‌کنه. میبرتش یه جای امن، درشو می‌بنده و می‌ذاره پس‌انداز چه. واسه همین الان با وجود این همه نخبه زندانی، اوین دیگه زندان محسوب نمیشه، گاف صندوقه. پیامی که به برخی از نخبگان دنیا داده شده اینه که شما یک ماه آمریکا رو تحریم کنید، یک ماه همه نخبگان غیر آمریکایی از آمریکا خارج بشن، ببینن از آمریکا چیزی باقی خواهد ماند. اونا اگه میخواستن حرف ابلهایی مثل تو رو گوش کنن که اصلا وارد نمیشدن به آمریکا، که حالا با حرف ابلهایی مثل تو بخوان خارج شن ازش. تمام سرمایه‌ای که این کشور برای خودش به دست آورده از چپاول نخبگان کشورهای دیگر است. یعنی اگه یه روز علی سکپس که نه تنها اخلاق نداره بلکه گوشت الاغ میریزه تو ساندویچاش، ببینه مشتریاش پولاشون رو جمع کردن و تصمیم گرفتن از این به بعد برن مکدونالد و KFC، چپاول رخ داده؟ هم ضریب گوشیشون بسیار پایین تر از بسیاری از کشورهای متمدن مثل ماست. خب همین که به عقلشون رسیده نخبه های کشورهای دیگر رو جذب کنن و با علم و تخصص اونا کشورشون رو بسازن، یعنی ظرفیت هوشیشون حداقل از شما بی مغز و لاهیا خیلی خیلی بالاتره. رسم علم این نیست، علم با خواندن شکل میگیره. البته نگاه به کت شلوار و ریش پروفسوری و سیس دانشگاهیش نکنید. منظورش از خواندن کتاب و روزنامه و مقالات علمی نیستا، خواندن نماز جلوی جان کری رو میگه. من اهل ریا نیستم، ولی دو بار من جلوی آقای کری وسط جلسه بلند شدم وقت نماز خوندم. عجب اقتداری بابا، دمت گرم، دهنشو با این کار. اگه اون وسط یه دو تا صلوات هم میفرستادی و یه تسبیح هم میچرخوندی و یه زیارت عاشورا هم میخوندی، الان اون شما بودین که داشتین آمریکا رو تحریم میکردین. وقتی که نمازم تموم شد گفتم خب من یه واجب شرعی مو انجام دادم، اما یه کار دیگه هم می‌خواستم بکنم. چی؟ طهارت یا غسل جنابت؟ می‌خواستم به تو نشون بدم که از تو قدرت بالاتری هم وجود داره. آمریکا قدر قدرت نیست.
به هر حال هر کسی یه جور قدرت نمایی میکنه دیگه. یکی با نماز خوندن و راز و نیاز کردن، یکم با کتلت پختن و آشپزی کردن، خیلی فرقی نداره. حمدالله اون جوون بودی فکر میکردی یه روز مسئول بشین؟ نه واقعا اصلا تو این باغا نبودم. یه دفعه اردنتون باغا. چرا فکر که میکرده مسئول بشه؟ ولی مثلا مسئول پر کردن آفتابه یه توالت عمومی نهایتا. بعدش هم چه انتظاراتی دارید؟ خداییش به عقل جنم نمیرسید که یه روز یه کشوری با اون شکوه و عظمت بیفته دست یه همچین موجوداتی. اینا الان 44 سال خودشون هم تو شوکن هنوز. بدحالی و انتقال دانش آموزان در اهواز به بیمارستان بر اثر استنشاق گاز. معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در واکنش گفت که این یه اتفاق طبیعیه. قطعا خب هر کس گاز سمی استنشاق کنه کارش به بیمارستان میکشه و این هر جای دنیا باشه طبیعیه. ولی خب مسمومیت زنجیره‌ای گازی دانش آموزای مدارس فقط واسه طالبان طبیعی و جائش، نه همه کشورهای جهان. وزیر ارتباطات هم گفت در راستای افزایش سرعت اینترنت، پروژه فیبر نوری در 200 شهر کشور آغاز و روند آن در 90 شهر تکمیل شده است. شهرهایی که این پروژه افتتاح شده سرعت‌های 80 برابری داریم به مردم میدیم. خیلی خوبه. الان با این سرعت تو اینترنت مردم خوب نمیفهمن از چی محرومن. سرعتشو ببرید بالا، بعد از بیخ قطعش کنید که کونمون بهتر بسوزه. سادیست دارید دیگه. گشت و ارشاد و اینا که قبلا بود شما فکر میکنید باید بازگرده یا ارشاد؟ گشت همباره در نیروی انتظامی جزء کارهای واجبه. همباره همباره گشت واجبه، فیلترینگ واجبه، دزدی، اختلاس، سرکوب، زندان، همه اینا واجبه. واجب واسه این که یه لحظه مردم یادشون نره چه پوفیوزایی بهشون حکومت میکنن. زندانی ها که تاکید داشتید در واقع رو بحث اعدام و اینا، آقازاده شما به یه اتهامی که البته توضیحاتش هم داده بودید، آزاد شدن شامل عفو شدن از فرزند من از خودش برید بپوشید. چرا موجی رفته بود پشت ستون قایم شده بود؟ حالا یه عمر گرونی و تورم و فقر و مشکلات اقتصادی رو گردن نگرفتید و انداختید گردن دشمن، گفتیم باش دیگه حداقل مسئولیت توله هایی که پس انداختید و بپذیرین دیگه، نکنه بچه هاتون هم کار دشمن هم. این شما معتل نگرن نداری؟ به این حد از سختگیری قائلید که من اصلا نمیگم درست غلطه، چرا راجع به فرزندتون به سختگیری قائل نبودید؟ اصلا من کاری به فرزندم ندارم. ازم یکم دیگه بهش فشار بیاد میگه من اصلا قبل از به دنیا آمدن پسرم 6 سال بود وازوکتومی کرده بودم. جایی که نظریات انتقادی که نسبت من شده موجه بوده، منطقی بوده، من بلافاصله اصلاح کردم. مثلا چرا فلان کفش رو داری میپوشی؟ اصلا انتقاده باعث شد کفشتون عوض کنید. بله دیگه. یه همچین مسئولای انتقاد پذیری داریم، به کفششون انتقاد بشه عوضش میکنن، ولی در مورد مغزشون هر چی گفته بشه هیچ تأثیری نداره. نه، انتقاداتی که به شما وجود داره اینه که آقای میرسلیم حرفش و عملش با هم نمیخونه. اون تناقض رو شما تو این مجموعه انتقادات هیچ وقت حس کردید؟ بله 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 کاملا حس کردید. بله تناقضی رو ایجاد کردن. نه چرا ایجاد کردن؟ والا همون کلمه سلیمی که توی فامیلی یکی مثل توی خودش به تنهایی نهایت تناقض محسوب میشه. این آقای سفیر کره جنوبی، من ازش گفتم یه سوال دارم، راز موفقیت کره جنوبی رو میتونی در چند کلمه به من بگید؟ فارسیش اینه که خودگذشتگی ملتمون، سکریفایس کردن ملتمون. سکریفایس؟ نه دیگه، وقتی مردم تو خیابون فریاد میزنن تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود، یعنی شما به جای الگو قرار دادن کره جنوبی در سیکریفایس کردن ملت، باید از ژاپن و فرهنگ هاراگیری مسئولینش الگو بگیرید تا مشکلات حل بشه. دیدار رئیس جمهور با جمعی از نخبگان جامعه کمبینایان و نابینایان کشور. البته تیتر دقیق ترش میشه دیدار یک پخمه کمگیرا با یک سری نخبه کمبینا. آقای رئیسی به مناسبت روز جهانی عصای سفید میزبان جمعی از نخبگان علمی بود و در جلسه پای صحبت آنها نشست. ولی به نظر من نابینای اصلی اونیه که این همه فقر و بدبختی و گرونی و تورم و ظلم و ستمی که اطرافشن رو نه تنها نمیبینه، بلکه پا میشه میره استقبال باعث و بانیش. به اونا باید یه روز آفتابه قهوه‌ای رو اختصاص داد. ما امید بری داریم که رئیس جمهور محترم که به استان فارس سفر کرده مشکلات مردم حل کنه. این بعد از 60-70 سال مشکل حرف زدن خودشو نتونسته حل کنه، هنوز از هر 4 تا جمله 3 تاش سوتیه، بعد مشکلات شما رو حل کنه؟ گرونه و سال گرونه. چرا گرونه اومدی استقبالش؟ آره چون آقای رئیسی خودش ما
مخالفه همین؟ خب عمه منم مخالف کوچک شدن سفره مردم و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملیه. بعد بره رئیس بانک مرکزی شه؟ مشکلات و دغدغه‌ها دولت و پرکار می‌بینی؟ آره آره پرکار! پرکار! پرکاره پرکار! دقیقاً کجای دولت رو دارید نگاه می‌کنید که اینقدر پرکار اومده به نظرتون؟ ما تحتشو یا آلتشو؟ الان که اگر ضربه تقسیم کنیم با حقوق و مسکن دیگه اصلا خانه‌دار شدن آرزوست. بله دیگه با این قیمت خونه و ماشین کم کم ازدواج و تشکیل خانواده که هیچی، صابوندار شدن هم واسه جوونا آرزو میشه. آیا تو لاغر شدین؟ نه. رژیم گرفتین یا لاغر شدین اصلا؟ نه رژیم بارو گرفته. نه بابا، رژیم اگه گرفته بودت که الان جای خودت داداشات نشسته بودن اینجا داشتن در مورد اینکه بیماری زمینه ای داشتی اعتراف اجباری میکردن. متوسط هوش یک ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره. حالا ضریب هوشیشون اونقدر بالام نباشه اونقدر هم پایین نیست که همچین مزخرفاتی رو بشنون و باور کنن. همین موبایلی که الان تو جیبش همه شما هست این یک ایرانی اختراع کرده. خود موبایل رو که بعید میدونم، ولی اون فیلترینگ داخل موبایل رو قطعاً یه الدنگ ارزشی ایرانی اختراع کرده. اما ما به خاطر همون یک کشف زکریای رازی تا دنیا سر همه میتونیم منت بذاریم. تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت پر افتخار، به خصوص دوران کرونا. تاریخ قطعا دوران پر افتخار کرونا یابی با در قابلمه، شاش شترخاری، روغن بنفشه درمانی و واکسن سازی با دمپایی رو فراموش نخواهد کرد. خوب داره، ما در ابتدای انقلاب متاسفانه در علم و دانش پیشرفتی وجود نداشت. قبول باشه، اصلا قبل از انقلاب همه تو غار، بعد از انقلاب تازه شروع کردید. پیشرفتی وجود نداشت تا اون موقع، ولی حداقلش پسرفتی هم وجود نداشت. اون راه آهن عظیم، اون برج آزادی قشنگ، اون ورزشگاه 100,000 نفری که شما الان تو تعمیرات مستراحش موندید رو هم کاملا بدون دخالت علم ساخته بودن، 100% به روش دعا و با جناح بازی. ما امید به زندگیمون 55 سال بود. خب طبیعیه بعد اومدن شماها امید به زندگی افزایش پیدا کنه. همه قلبن دوست دارن زنده باشن و نابود شدنتون رو با چشم خودشون ببینن. مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر مادران باردار، بیماری های واگیر در کشور. جدی قبل انقلاب مرگ طبیعی هم بوده؟ خب ماشاءالله الان شما اینقدر آمار مرگ‌های غیر طبیعی رو با روش‌های مثل اعدام و آدمکشی و قتل و سرکوب و گشت ارشاد و پراید و شلیک به هواپیما بالا بردید که دیگه مرگ‌های طبیعی اصلا به چشم نمیان. آمریکا سفینه رو فرستاد به کره ماه. می‌خواستن بگن ما شما اینقدر ملت قوی هستید که میتونید انسان در ماه پیاده بکنید. خب چیه مگه؟ ما هم 40 خورده‌ای سال پیش انسان تو ماه داشتیم. حالا خودش نه، ولی عکسش که بود. در همون موقع در کشور ما میگفتن ایرانی که چیزی بلد نیست، ایرانی لوله آفتابه هم نمیتونه بسازه. به جاش الان به جایی رسیدیم لوله آفتابه، دسته آفتابه، میله پرچم، خود پرچم، دمپای ابری، خلال دندون، خلاصه همه چی ما خودمون میسازیم. به هر حال ما دیگه الان یه استان کوچیکی از چین محسوب میشیم دیگه. اون زمانی که غربی ها در جهالت بودن ما ابن سینا داشتیم، رازی داشتیم. الان هم همینه، اونا الان در جهالتشون بیل گیتس و زاکربرگ و ایلان ماسک دارن، ولی ما شیخ زکزاکی داریم، دکتر روانیزاده داریم، حکیم کتاب سوزیان داریم، استاد رائفی پور داریم و کلی اساتید نوظهور دیگه. آره دیگه، حوزه انتخابیه دکتر نیست دیگه، منظورش این بود. شما یه قانون کمیسیون اجتماعی بود، این نقش کشکاری کردید که تمام نیروهایی که اطراف بودن بهشون بخوره، فقط ماها. غذا خورد، آب خورد، دندون تمیز کرد، چرت زد، انگوش لیسید. خدا رو شکر جلسه طولانی تر نشد. این غذاش هضم میشد همونجا مراحل دفعش هم اجرا میکرد حتما. گوش کنید شما ها، هر کدوم معلم جماعت هم دوست داره صحبت کنه، چون بالاخره هنرش تو چونهش دیگه. شما هم نماینده مجلسین، دوست دارید تر بزنید چون هنرتون تو ماتحتتونه.
آقای نادر خاصین که فشارش نمیفته تو سه تا چشمش میخوره تا حالی داشته باشن گوش کنن. اصلا از همینش هم من تعجب کردم که شماها انرژیتون رو با کشمش و گلابی تامین میکنید، در صورتی که اصولا باید کاه و یونجه بخورید. خودی که با آقای منادی شده جناحی بوده، سیاسی بوده، که خواستن ازش باز بگیرن به عشق مامسن یا حسین. حالا تو چی کاره اونی اینقدر واسهش ماله میکشی؟ اون خودش دست نداره؟ اصلا همین که تو نفهم داری از اون کودن دفاع میکنی خودش تخریبه. آدم واسه یه همکار یا دوست معمولی اینقدر مایه نمیذاره ها. این رفاقت ها بوی باجناق بازی میده. سوابق انگوش کردنت هم که همه یادمون هست. یکی از مقامات حاکمیتی اتفاقی واسه نمیفته، اونی که بم میخوره مردم ایرانه، اونی که از بین میره مردم ایرانه. نگران از بین رفتن مردمی؟ اون که نیاز به بم نداره، یه حوزه علمیه قوم هست کار سطح اوپنهایمر رو میکنه. خیال جمع. مردم ایران از هزینه دادن روی این موضوع خستن. از سیاست دولت ما در مورد این که تلاش میکنه از فلسطینی هم داغ‌تر باشه از این خستن. بله مردم، ولی تازگی ها خسته نشدن ها. 5-6 سال پیش هم خسته بودن، منتها اون موقع شما چون به عنوان مالکش اعظم مشغول فعالیت بودی خستگی مردم رو نمیدیدی. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاری. این افتخار ماست. ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم. بله فشارش مال مردم، افتخارش مال شما. این هم حکایت اون یاروه که زمان جنگ زنگ زد رادیو گفت اگه صدام 100 تا موشک هم بزنه به قلب تهران ما از جامون تکون نمیخوریم. موجی پرسید از کجا زنگ میزنی؟ گفت شیراز. داخل تویی که یه چوز فشار آوردن که با ریش پروفسوری نری تو مذاکره، از فرداش نیم متر ریش گذاشتی. تویی که کیهان یه تیتر میزد سه روز میافتادی رو ویلچر. حرف از افتخار مفتخار نزن خواهشن. ورزشکارای سازمان یافتش در این 8 ماه 1,100,000 نفر هستش. آه چطوری میشه؟ در شهرستان شهر؟ بله در شهر. شهر چقدر جمعیت داره؟ در حدود 55,000 نفر. چیش خیلی عجیبه، چیش عجیبه. این بابام از همون روش که تعداد شرکت کنندگان انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن و نظرسنجی های صدا و سیما رو میشمارن استفاده کرده برای شمردن ورزشکارای شهرشون دیگه. 108 تا روستا داره. به من که آماری دادن اشتباه دادن. حالا قبولم نمیکنه. حرف خر یکیه. ولی خب حقم داره. آمار بهش دادن، عقل و شعور و سواد که بهش ندادن. یه اصلاحیه آقای مجدهی دارن. از بینندگان عزیز 1,200 نفر بیمه شده هستش. بله از 1,100,000 نفر رسید به 1,200 نفر. البته تقریبی درست گفته بود دیگه، 1,000 برابر بیشتره. اون 4,000,000 مسکنی که پرپکان قول داده بود بسازرم اگه همینجوری بشماری درست در میاد. متاسفانه ما با یک بد اخلاقی های رسانه‌ای مواجه هستیم. والا رسانه ها زیادی صبور و لطیفن که فقط بد اخلاقی میکنن. اینجا اگه یکی مثل تو وزیر فرهنگ مملکت بود در بهترین حالت با خشتک پاره شدن رسانه‌ای روبرو میشد. ما اساسا اومدیم در واقع هم مناسبت چهارشنبه آخر سال رو در تقویم آوردیم که اصلا قبلا نبود. مگه کسی ازتون خواست بیاریدش تو تقویم که الان داری منت میذاری؟ والا از کل اون تقویم تقویمی شما ملت فقط همون 4 صفحه آخرش رو استفاده میکنن که دفترچه تلفنه. برای اینکه بتونیم فرهنگ سازی کنیم اسمش رو گذاشتیم روز تکریم همسایگان. حالا ایشالله در تقویم رسمی آینده ایران هم ما برای اینکه فرهنگ سازی بشه روز تولد شخص تو رو میذاریم روز تکریم چهارپایان. در مورد شب یلدا عنوان کاملا حفظ شده. شب یلدا یه خط فاصله گذاشتیم به عنوان روز در واقع رفت آمد سله ارهام خیشاوندان برن کنارم. شب یلدا دیگه خط فاصله و توضیح نداره که. همه میدونن طولانی ترین شب ساله، همونطور که 44 سال حکومت شما طولانی ترین رمان تاریخه. الان ما در تقویم رسمی در این دولت برای همه اصناف تقویم ویژه داریم، برای هر صنفی، برای مناسبت‌های بسیار خوب. مثلا ما روز گندم، روز انار، روز موز چی؟ واسه صنف فرزندآوران و تلم بزنان روز موز نداریم؟
وزیر آموزش و پرورش شاید درباره تفکیک جنسیتی کتب درسی رو رد کرد. خب پس خدا رو شکر که تفکیک جنسیتی همون فقط و فقط در حد همون مهد کودک و مدرسه و مترو و اتوبوس و بیارتی و سلف دانشگاه و پارک و پیاده رو باقی میمونه فعلا. وزیر آموزش و پرورش این را هم گفته که برخی کتب به طور طبیعی تغییر می‌کنند. مثلا کتاب مهارت‌های زندگی برای دختران مهارت‌های خاص دخترانه و برای پسران مهارت‌های پسرانه رو آموزش میده. بله خب مهارت‌های زندگی واسه زن و مرد خیلی متفاوته، به خصوص اگه ارزشی باشن. مهارت آقایون بخور و بخواب و مهارت‌های خانمان بشور و بباز و بزا. خیلی جریم تشکیف باحال، خیلی مشتی خوشمزه، همه اقصانوقات کشور رو داره میچرخه. به نظر من این وزیر گردشگری سرزمین منه، نه اون آدمی که پامیشه میره توالت سلفی میگیره. چه اشکالی داره؟ این همه آدم وقتی میرن رستوران با غذای مورد علاقهشون سلفی میگیرن، خب اینم یکی مثل بقیه. عزت الله زرقامی گفت با دستور ابراهیم رئیسی ورود کشتی‌های تفریحی به کشور آزاد شد. خب تا امروز از ترس انتقام سخت دقیقتون ما فقط نگران هواپیماهای مسافربری تو آسمون بودیم، از فردا باید نگران کشتی‌های روی آبم باشیم. خب الان تو رسانه هستیم، میتونید برید اونجا از مردم مصاحبه بگیرید، بگید کدوم افتتاح‌ها واقعی بوده، کدوم که افتتاحم کیک بوده، خودتون برید درگیرید. افتتاحاتونو نمیدونم ولی تپه‌هایی که کاشتید که خیلی شبیه کیکن، کیک شکلاتی البته. موضوع سوخت مازوت بیشتر جنبه روانیش واقعا تا الان برای مردم مطرح بوده. ما درصد نقشی که مازوت در آلودگی جو رو داره تا الان مشخص نکردیم. ولی حتما در اولین فرصت این اتفاق میفته. بله. کلا همه ی مشکلات و معضلات موجود جنبه روانی داره. خب اصلا مملکت رو یه مش روانپریش دیوانه زنجیری عقده‌ای دارن اداره میکنن دیگه. هیئت دولت که واسه خودش یه پا تیمارستانه اصلا. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به مازوت سوزی گفت در سال 1400 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران بیش از 6000 نفر بوده. یعنی آدم کل عمرشو نه سوار پراید بشه، نه سوار هواپیما بشه، نه کرونا بگیره، نه بره توی خیابون با تیر بزننش، نه اعتراض کنه که اعدامش کنن، نه در معرض سیل و زلزله قرار بگیره، بازم ممکنه تو جمهوری اسلامی به مرگ طبیعی نمیره. خداییش تلفات مستقیم و غیر مستقیم انقلاب 57 داره کم کم از تلفات چرنوبیل 86 هم میزنه جلو ها. در آیین گرامی داشت سازمان بهزیستی رئیس جمهور حاضر نشد. بهتر بابا، اون بیچاره خودشون کم مشکل جسمی و فیزیکی دارن، دریوری های اینم بشتن مشکل عصبی هم پیدا کنن. اصلا این بابا چرا باید هر جا هر مناسبتی هست سر و کلش پیدا شه؟ روز جهانی افراد دارای معلولیت، روز نهضت سواد آموزی که نیست. وزیر کار در جمع معلولان: به امید ایرانی بدون معلول. الدنگ رفتی نشستی بین معلولین براشون آرزوی نبودن میکنی؟ میخواید شما مفلوکین کلن خفه شید و اصلا جامعه معلولین رو فراموش کنید و ازش حرف نزنید. آرزوهاتونم نگه دارید واسه خودتون. خواسته همه ما الان ایران بدون آخونده، نه ایران بدون معلول. وزیر دفاع در بین ناشنوایان و نابینایان گفته جهان در خصوص مسئله فلسطین کر و کور و لال شده. میرین تو جمع ناشنوایان و نابینایان بعد از ناشنوایی و نابینایی به عنوان ابزار تحقیر استفاده میکنین؟ ناشنوایی و نابینایی اونا که یه چیز خودخواسته نیست، برخلاف بیشوری و بیسوادی شما که کاملا ثمره حماقت خودتونه. جانشین سازمان بسیج مستضعفان اعلام کرده برای دانشجویان، معترضان بازداشتی و اساتید اخراجی تور بازدید از دستاوردهای جمهوری اسلامی گذاشتیم، موضوعی که بسیاری باورشون نمیشد. داشتن این همه دانشجوی بازداشتی و استاد اخراجی خودش یکی از دستاوردهای شما محسوب میشه. دستاورداتون رو بردین، چه دستاورد دیگه ای رو ببینم؟ اگه منظورتون کرونا یا به قابلمه ای و واکسن قابلمه ای و اسرائیل نابود کردن قابلمه ایه که اینا رو تور نمیخواد بذارید. کل دنیا دیدن و کلی هم خندیدن. و این فرد محمد جواد ساروی، مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان، در حال پرخاش به محیطبانان میانکاله که از او و کاروان کامیون‌های همراهش درخواست مجوز کرده بودند. والا که این وحشی بعد مدیر کل میراث بی فرهنگی میشد، نه میراث فرهنگی. کاش این شکارچی های غیر مجاز به جای خرس و گوزن و آهو و یوزپلنگ چهار تا از اینا رو هم شکار میکردن که نسلشون زودتر منقرض شه. آقای وزیر، با توجه به اینکه عضو کمیته فیلترینگ هستی، نظرتون در خصوص فیلترینگ میخواستم بدونم. فیلترینگ چیه؟ تا
طرح سیانت کدومه؟ گشت ارشاد کجاست؟ کمیته فیلترینگ چیه؟ لابد در ادامه‌ش هم می‌خوای بگی ما چیزی به اسم کمیته فیلترینگ نداریم. اسمش یه چیز دیگه است. عین همون تر زدن به سرتاپای اقتصاد کشور که اسمشو گذاشته بودی جراحی اقتصادی. کمیته فیلترینگی که هم رئیس صدا و سیما کارگروه بله. مصادیق مجرمانه در فضای مجازیه. بله. بفرما نگفتم. داخل مردی که الان فرقی کرد. دوتاش یکیه دیگه، عین حکومت جمهوری اسلامی و طالبان. اسم این یکم از اون یکی طولانی تره ولی در عمل جفتشون یک کار انجام میدن. چند هزار پایگاهی که مسدود شده بودن در دوره جدید باز شد. زر مفت میزنی ولی اگه راستم بگی همین حرفت یعنی این که ببینید ما چه گندی زدیم به این اینترنت و فضای مجازی که هزار تا هزار تا هم که رفع فیلتر میکنیم باز به چشم نمیاد. طبق مقررات بین المللی هر مجموعی که در خارج از کشوره بایستی قاعدتا نمایندگی داشته باشه. هر کدوم از این شبکه‌های مجازی، هر کدوم از این سکوها نمایندگی در ایران بذارن بلافاصله فضای کارشون باز خواهد شد. یه دمپای فروشی خارجی تو اون مملکتی که شما ساختی نمایندگی نداره. بعد اینستا و تلگرام و واتساپ نماینده بفرستن؟ شما همین جوریش توریستای عادی رو به جرم جاسوسی میگیرید. نماینده زاکربرگ از جونش سیر شده باشه بیاد ایران؟ بعدم مردم اگه دنبال پلتفرمی بودن که تابع قوانین داعشی شما باشه، خب میرفتن تو همون ترکمونایی که به اسم اپلیکیشن ساختین دیگه. تمام مدیران من در وزارت ارشاد متولدین دهه 60 هستن. چه فرقی میکنه؟ ارزشی جماعت متولد دهه 60 که هیچی، دهه 80 هم باشه باز با یه ناندرتال ما قبل تاریخ فرق خاصی نداره. با افتخار امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مملو از عناصر انقلابی. نه فقط وزارت ارشاد بلکه کل مملکت مملو از عناصر انقلابیه. فقط دوتا از این انوگاه که میگیرون آن ببر ما بشناسیم. رئیس سازمان سینمایی من قلاده های طلا رو ساخته. خب ساختید استفاده کنید حداقل. با قلاده ای پوزبند چیزی بیایید تو خیابون که اینقدر پراپاچه مردم رو نگیرید. دبیر جشنواره فیلم فجر ما سازنده گاندوه. همه این رفیقایی که گفتی زیر دستتن؟ ای بابا خب احمق تو چرا اومدی تو کار دولتی هستن؟ به خدا گاوداری میزدی نون تو روغن بود. البته گاو پیش این اکیپ ارازل و باشه که تو اسپورتی مهندسه. تو مسکنم دنبال ارزونسازی هستیم که انشالله با تولید مسکنی که میکنیم بتونیم کمر مسکن رو هم در تهران بشکنیم. حالا فعلا بذار ترافیک و آلودگی هوا و متروی که کمرشو شیکوندی یه فیزیوتراپی برن بعد برو سراغ کمر مسکن. اون کاری نداره دیگه، با یه دعا دیسکش از جا در میاد. میان میگن که شما چرا لیونل مسی یه دونه ویدئوی گردشگری پر کرده ببینید چقدر چیز خوبیه، شما چرا این کارو نمی‌کنید؟ اولا اون چند میلیون میگیره به خاطر اسمش. ما اینجا کلاً هیچ چیز نداریم، آه نداریم با ناله سودا کنیم. حالا آه هم داشته باشیم با ناله سودا کنی، مسی بیاد اونجا چیکار کنه آخه؟ توالت های عمومی تو رو افتتاح کنه؟ وزیر مسترا و خلاگردی که لیونل مسی نیاز نداره، آفتاب مسی میخواد. ولی من شنیدم که صادق بوغی گیلان رفته یه ویدیو پر کرده، مردم رو دعوت کرده به اینکه بیان تو غرفه گیلان، حتما تأثیراتش از او بیشتره. همون صادق بوغی هم که اگه مردم نیومده بودن پشتش الان داشت جلو دوربین 23 به جرم گسترش فحشا از طریق لرزش اندام تحتانی اعتراف اجباری میکرد. جذابیت غرفه جمهوری اسلامی در نمایشگاه فیتور مورد اعتراف تمام کسانی که اونجا میرن. تنها حالتی که میتونم تصور کنم اینه که به جای غرفه بخش سرویس بهداشتی نمایشگاه رو به شما داده باشن که همه از غرفتون راضی بودن. از ابتدایی که ما فضایی شدیم تا 1400 تا الان ما 11 پرتاب داشتیم. پرتاب چی؟ پرتاب زغال به سمت منقل؟ چون فضایی که شما میرید فضا هست ولی رو زمینه. یه خانومی با موه بلند داره انگار لس آنجلس داره قدم میزنه تو شانزلیزه. از لس آنجلس تا شانزلیزه با هواپیما 10 ساعت راهه. چجوریه که انگار لس آنجلس آمریکاست داره تو شانزلیزه فرانسه قدم میزنه؟ از این ور به اون ور با موهای بلند یه کله گذاشتن و تمام دوربینا دارن اینو میگیرن. خب بابا این پخش میشه قربونش که بدم میره اون ور دنیا نگاه میکنه.
اون بره دنیا انقدر از اینجور خانوما دیدن که عادی و نگاه کردن نداره واسه شون. چیزی که ندیدن اگه ببینن پشماشون میریزه وجود ابلهای مثل توه. بسته بیستی، بیستی، این چی بود سند بیستی؟ دختر و پسر از مهد کودک با هم باشن تا بیان بالا فجایعی که در غرب اتفاق افتاده. ازدواج سفید چی بود؟ ببینید در این سند بیستی گفته شهادت رو خط بزنید. ورزشگاه، فیفا، روحانی، سند بیستی، مهد کودک، ازدواج سفید، شهادت، دختر، پسر، یعنی این اون آهنگ ساعت دیوارخونه آینه شونه بنیامین همینجوری یه سری کلمه رو گرفته دستش پشت هم بلغور میکنه. بابا این دیوونه رو یکی بیاد برق بکشه بیرون، ما بریم با بقیه برنامه برسیم. والله به خدا.